شدن، هیچ خبری ازش نیست. اینها وظیفه خودشون انجام میدن، گاهی هم نارسا، ولی جامعه بین المللی که منظورم دولت ها و سیاست مداران هستن، اینها نقش بسیار مهمی بازی میکنن. نقششون تا اون اندازه هست که میتونه به اصطلاح یک جنبش اعتراضی رو به پیروزی برسونه و یا اینکه در همون نطفه توسط نیروهای سرکوب داخلی خفه بشن. به همین دلیل من فکر میکنم که علاوه بر مطالبات مردم و خاص مردم که در واقع انگیزه اولیه از برای تحولات اجتماعی، در کنارش تشکل اینها بسیار مهم هست. من اینجا این نکته رو بگم که این ایرانیان، گروه ها و احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی که تاکنون کمکاری کردن در مورد یک به اصطلاح پایگاه متحد برای مطرح کردن خاص مردم ایران، چه با جمهوری اسلامی و چه با جامعه جهانی، حالا اینا ما کوتاه میایید شما با هم متحد نشید، در همون اندازه تشکل‌های خودتون مردم رو متشکل بکنید، هواداران خودتون رو متشکل بکنید، شاید روزی این جریانات کوچک مانند جوی به هم دیگه بپیوندن. در کنار اینها پشتیبانی بین‌المللی و جهانی حتما ضروری هست. بدون پشتیبانی بین‌المللی آقای خمینی هم نمیتونست در ایران فرود بیاد. خب خانم، من تمام فرمایشاتتون رو قبول دارم و فکر می‌کنم درست می‌فرمایید، ولی خب شرایط خیلی عوض شده به ضرر رژیم و به نفع مردم ایران، آزادی خواهان ایران. خیلی همینطور که خودتون فرمودین، دور و برمون رو نگاه کنید، منطقه رو نگاه کنید، وضعی که پیدا کرده و رسوایی رژیم جمهوری اسلامی رو نگاه کنید و وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رژیم رو ببینید که به خوبی دیده میشه. شرایط شرایطی که هیچ وقت اینا فکرش نمی کردن که در این شرایط گیر بکنن و دنیا بتونه اینا رو تحریمشون بکنه به این شکلی که داره میکنه و مرتب هم داره بیشتر میکنه. کجا فکر میکردن که کانادا بیاد یا کشور کانادا بیاد اینطور محکم وایس علیه جمهوری اسلامی؟ هیچ وقت فکر نمیکردن. و کانادا حالا هر طوری بخوایم نگاه کنیم به دیگران، کانادا تا به حال در این یکی دو ماه میبینیم که خیلی محکم وایستاده در مقابل جمهوری اسلامی و خیلی داره کمک میکنه به آزادی خواهان ایران تا اونجا که میتونه. یک کشور داره من از دور میبینم و میگم بهتون، و دیگران هم تأثیر میجوین بهش. امریکا تا اونجا که من میدونم امروز خیلی بیشتر با آغوش باز با آزادی خواهان ایران میشینه اقلا و حرف اونا رو گوش میکنه. و همینطور اروپایی ها، ما در این شرایط، این شرایط رو نداشتیم، این شرایط شرایط استثنائیه که پیدا شده. ولی فرمای شما درسته، آزادی خانه ایران هنوز خودشون رو تنها پس میکنن و یک متحدی که واقعا پشتشون باشه نمیبینن. و ایرانیان خارج از کشور شاید امروز بتونن این نقش رو بازی کنن. ما حدود 4 میلیون بلکه بیشتر ایرانی خارج از کشور هستیم. سرمایه‌ای که این ایرانیان خارج از کشور دارن خیلی سرمایه هنگفتیه. اگر اینا بیان به کمک آزادی خواهان ایران، و به هر صورت یه روزی خواهند اومد، چون اونا هم به دنبال این هستن که برنده بشن یه روزی، اون سرمایه‌دارای بزرگ بین جامعه ایرانیان خارج از کشور میگم، ما باید مترصد این باشیم که اونها رو تشویقشون بکنیم و بخوایمشون که کمک بکنن به آزادی خواهان ایران، جنبش آزادی خواهی ایران. این انتخاب، به اصطلاح انتخابات رژیم رو و آقای سعید جلیلی رو که مورد علاقه شدید آقای خامنه‌ای هست که از صندوق ها بیرون آورده بشه، چگونه ببینید و چه تفرقه بین خود رژیم داره میندازه این کار. هرچی باشه یه آدم 4-5 ساله، 46-7 ساله است و اونای دیگه 70-80 سالشونه و بیشتر. و اونا یکیشون که پدر زن پسر آقای خامنه ایه که خودشو خیلی سهم بیشتری فکر میکنه که داره که انتخاب بشه، یکی دیگرشون که ولایتی یه آدم تحصیل کرده هم هست، طبیب سالیان دراز حامی آقای خامنه ای بوده تمام مدت، وزیر خارجهشون بوده در تمام این سالها،
پامنبری آقای خامنه ای بوده و اونای دیگه شون که نگاه کنین سپاه پاسداران بودن، شهردار تهران بوده و دیگران، اینا چه احساسی میکنن که یه جوونکی اومده که هیچ تحصیل سوادی هم نداره در واقع، اون دانشگاه چیچی که به اون تموم کرده دانشگاه نیستش که، بعدم تو این جلسات اتمی که میفرستادنش تمام گزارش این بود که این جلسه رو برای مدتی تنفس میده، میره پای تلفن با آقای خامنه ای دور برایش صحبت میکنه که اینا اینو گفتن من حالا چی بگم، و میره تو همونو پس میده. همینه که هیچ به نتیجه هم نرسیدن. این اختلافی که بین اینا انداخته، الان رفسنجانی که دیگه بر نمیگرده آدم اول باشه، رفسنجانی یه دون آدمیه که اینو زخمیش کردن دیگه و مطمئنن در مقابل رژیم میسته، هر کاری بتونن میکنن علیه آقای خامنه ای. اونای دیگه هم همینطور. چه وضعی داره رژیم؟ من نمیدونم که آقای رفسنجانی در مقابل رژیم میسته یا نه، برای اینکه بیانیه هم که داد در واقع در جهت این تایید رژیم بود، در جهت تایید رژیم، یعنی اصلا انتظار هم نمیشه داشتش که در مقابل نظام وایسه. به چه دلیل؟ با تمام جنایاتی که خودش مرتکب شده تمام بله، این سالا بله. بله، یعنی این یه سری توهماتی بوده که یک سری از نیروهای سیاسی هم که در مورد خود رفسنجانی در دوران سازندگیش، ما نباید اینا رو فراموش کنیم، جوانایی که میان به میدان ممکنه که اینا رو ندیده باشن، اونایی که 20 ساله 25 ساله هستن، شروع شوق دارن، چیزهایی رو که ماها به چشم خودمون دیدیم و تجربه کردیم با اینا ندیدن. خیلی راحت میشه اینها رو بسیج کرد به صورت این نفر یا اون نفر و از نیروشون بهره برداری کرد، سوء استفاده کرد، ولی در همون دوران سازندگی، در دوران آقای خاتمی، اینها خب به هر حال از پرورده این نظام هستن و خودشون هم این نظام رو رشد دادن. به همین دلیل این توهماتی که بعضیا از حرفای اینها یه حرفای دو پهلوی میزنن و اینها برداشتش میکنن و این رو پخش میکنن، اصلا اینجوری نیست. اینا کار رو به جایی رسوندن، این توهم پراکنها کار رو به جایی رسوندن که خود آقای خاتمی بارها اومد گفت بابا من اینها رو نگفتم، شما اینها رو به من نسبت دادید در اون جلسه دانشجویی که عصبانی هم شد در همون زمانی که اواخر ریاست جمهوریش بود و به دانشجویی گفت اگر که به اصطلاح میگم شما رو بندازم بیرون، در همونجا گفت بابا شما اینها رو به من نسبت دادید و بعد میخواستید که من اینها رو انجام بدم. و این کاملا درست هست، ما باید حرفای اینها رو همیشه تکفیر بکنیم و اون بخشی رو نگیریم که فکر میکنیم به عقیده ما نزدیک، پس حالا این مثلا نمیدونم فلان شده. در مورد جلیلی هم شما که ایشون نمیدونم تحصیلی نداره، نمیدونم تلفن میکنه و نمیدونم کاری اصلا نمیکنه، مگه قرار بود رئیس جمهور در جمهوری اسلامی مثلا کار به خصوصی انجام بده؟ خب تدارکات چی؟ خب بیش از این هم نباید بکنه دیگه، حالا ممکنه مثلا بشه آبدارچی، نه نقشی بازی نمیکنه اصلا رئیس جمهور. البته این 8 تا که موندن، من حتما این هستش که 8 تا خیلی زیاده و اینها تا اون زمانی که واقعا به مرحله رأی‌گیری برسه به 3 یا 4 نفر احتمالاً تقلیل پیدا میکنن که بتوانند بگویند که اون کسی هم که از صندوق در آمد رأی خیلی بالایی داشته، چون میدونید جمهوری اسلامی به کمتر از 60-70% راضی نیست، باید بتونه کاری بکنه که این آرا نشکنه بین 8 نفر. و نکته ای که شما گفتید و درست هست، اینها رقابت های شخصی هم با هم دیگه دارن، یعنی همین حرفایی که شما زدید که مثلا جلیلی اونجوری، اون حداد عادل اونجوری، اینها به طور فردی و شخصی هم بین خودشون رقابت هایی دارن. اما این رو از فراموش نکنیم که نهایتا درست مانند خانواده های مافیایی، منافع خانواده براشون مهمه. حتی اگر قرار برادر رو سرش زیر آب بکنه، مهم اون خانواده هست که باید بمونه. و خانواده جمهوری اسلامی برای چه رفسنجانی، چه جلیلی، چه حداد عادل و چه هر کس دیگه‌ای که در این مجموعه بازی می‌کنه اهمیتش بیشتر هست. به همین دلیل این انتخابات هم واقعا مسخره است، به خصوص میگم ریاست جمهوری. حالا تو مجلس نماینده خانم بقراط چون داریم به آخر برنامه میرسیم، میخوام این سوال ازتون حتما بکنم. ببینید ما در زمان انقلاب 145,000 دانشجو، 100,000 در خارج داشتیم، 160,000-170,000 نفر در داخل داشتیم. اینا میگن الان 4,000,000 توی دانشگاه آزادشون و دانشگاه هاشون و غیره، حالا 4,000,000 هم نه 3,000,000 نیم، این تعداد خیلی زیاده.
که اسم دانشجو رو خودشون گذاشتن، اینا نمیتونن همینطور ساکت باشن. توقعات اینا بالا میره و اون توقعات رو باید یه جایی پاسخگو باشه، یه کسی باید پاسخگو باشه، بهشون کار بده، حقوق بده، وضع زندگیشون رو تامین کنه. آیا اینا با این شرایطی که دارن میتونن این کار رو بکنن، یا اینکه 4 میلیون رو دستشون مونده از اینایی که میگن ما سواد داریم، لیسانس داریم، دکترا داریم، فوق لیسانس داریم و غیره، اون وقت یه مقدار تعداد زیادی کارگر بیکار و مردم فقیر اونجا هستن و اینا در مقابل با اونها با همدیگه دستشون به دست هم بدن، زنانی که ناراضی هستن، تمام این نارضایتی های 34 سال گذشته انباشته شده. چه وضعی اینا دارن با یه همچین اوضاع احوالی؟ حالا هم که امکانات مالی که داشتن به احتمال زیاد به اون شکل نخواهند داشت، بنابراین نمیتونن همینطور پول بدن به این و اونو به اون سادگی که میدادن. چه وضعی خواهند داشت؟ مسلماً ببینید، من دیدم این هستش که جمهوری اسلامی، شما فرض کنید یه عمری، هر انسانی، هر پدیده یه عمری داره، جمهوری اسلامی بخش بیشتر عمرش رو پشت سر گذاشته. در مورد به اصطلاح چه برنامه‌ای دارن، شما به مصاحبه ها و این تبلیغات این همین کاندیدا شما وقتی نگاه بکنید، وقتی میگن چگونه میخوان اشتغال به وجود بیارن، یعنی اصلا به اندازه مضحک هست که حتی در حد اون تبلیغ انتخاباتی و وعده و وعید هم نیست. به نظر من اینها که کارشناسان اقتصادی رو که اصلا کنار گذاشتن، یعنی اصلا اون کسانی که همیشه به اینها هشدار میدادن به نام اقتصاددان، اینا اصلا نقشی ندارن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چه با این انتخابات چه بدون انتخابات، فقط این انتخابات ممکنه که یک بهانه، یک زمینه ای به وجود بیاره برای یک سری اعتراضات و یا یک سری مطرح شدن در سطح جهانی، که من فکر کنم به ویژه در سطح جهانی بسیار نقش بازی خواهد کرد، یعنی توجه رو جلب میکنه. و خب یه عده‌ای مثل آمریکا و اینا یه مقدار روی رفسنجانی حساب میکردن، اون امیدم بریده شد و من اون تحریم کانادا رو هم در همین رابطه میبینم و شاید به قول شما عده دیگری، کشورهای دیگری هم پیروی بکنن. ما با روزهای بسیار حساس، با ماهای بسیار حساسی روبرو هستیم که شاید نه با انتخابات یا در انتخابات، بلکه بعد از انتخابات اتفاقا با ادامهش مواجه باشیم و نیروهای سیاسی ایران باید آمادهش باشن و تشکل رو بیش از اونچه که تا حالا به اصطلاح پشت گوش انداختن بهش اهمیت بدن. خیلی تشکر میکنم از شما، از اینکه لطف کردین در این ساعت صبح زود در آلمان به برنامه پیوستین. سعادتی بود که شما رو در برنامه داشته باشیم و انشالله که موفق باشید و هر هفته هم نوشته های شما رو در کیهان میخونیم و خیلی به شما و دوستانمون در کیهان تبریک میگیم. روزنامه بسیار جالبیه و خیلی نقش بسیار مهمی داره در روشن کردن فکر جوانان ما در خارج از کشور. خیلی تشکر میکنم ازتون خانم بورباد. مرسی از شما آقای گنجی. مرمتون زیاد. خب همینان، برنامه هفته آینده ما با سرکار خانم احدیه، راجع به عنوانش از مبارزات تساوی طلبانه زنان در ایران، و بعد از اونم یه کسی یه دو سه سال پیش در خارج پیدا شد و این شروع کرد، نمیدونم از کجا شروع کرد، منزل یکی از این بزرای سابق و اینا رفت و به او گفتش که کتابخونه کنگره او رو مأمور کرده که با شخصیت‌های برجسته گذشته ایران صحبت بکنه و اطلاعات کسب بکنه و نوار پر بکنه و در اختیار کنگره، کتابخانه کنگره بگذاره در امریکا، و به دروغ. و اون شخص هم باور کرد و شروع کرد به این اون گفتن و این آدم همینطور رفت جلو با 50 نفر از دولت مردان سابق ایران مصاحبه کرد، از جمله با من. من در 4 هفته آینده در 3 برنامه رو گذاشتم که شما این آدم ببینیدش و ببینید رژیم چی کار میکنه، هنوز که هنوزه بعد از 34 سال چه وحشتی داره حتی از دولت مردان گذشته ایران که اینقدر وقت و پول و انرژی صرف میکنه که
مطالبی از اونا بگیره و از اونا استفاده بکنه برای اینکه رژیم گذشته رو مخدوش بکنه کارشو. در اون برنامه بعد از برنامه خانم احدی سه تا برنامه مربوط خواهد بود به این کاری که این مأمور رژیم انجام داد در خارج از کشور، با اسم و با عکس و با همه چی، با تفاصیل شما خواهید دید. خب تا برنامه هفته آینده، بدرود.